یکی از بحثایی که الان مطرح است، بحث روزم هست، میدونم به دفعات هم در موردش صحبت شده، در مورد تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران آمریکا. مدت هاست این کار رو انجام داده، برای اروپا همچنان مسئله است. فکر میکنید که اون چه که اپوزیسیون در این فاصله انجام داده و ادامه این روند آخر سر به نتیجه میرسه یا اروپا، کانادا، کشور دیگه به این سمت نخواهند رفت؟ من اصولا این رو صلاح نمیدونم. حتی برای دولت آمریکا هم این یک اشتباه بود به نظر من. اشتباه به خاطر اینکه خود دولت آمریکا زمانی که سپاه قدس و آقای سلیمانی رو به عنوان حامیان تروریسم بین‌المللی اعلام کرده بود، چند سال بعدش در مورد داعش و فتح تکریت، خود نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا با سپاه قدس و آقای سلیمانی هماهنگی می‌کردن، پشتیبانی هوایی می‌کرد دولت آمریکا که اینا برن تکریت و داعش رو شکست بدن. و در اون زمان خب میشه از دولت آمریکا سوال کرد، شما الان شدید حامی تروریسم جهانی، آیا این درسته؟ پس من اصولا این لیست‌های تروریستی و درج یک نهاد دولتی در لیست تروریستی رو اصولا مسئله نمی‌دونم. و در مورد اپوزیسیون هم، اپوزیسیون بالاخره باید فکر اینو بکنه که آیا واقعا می‌خواد عملاً قدرت رو در ایران به دست بگیره و چطور می‌تونه هزینه انتقال قدرت رو پایین بیاره. من اعتقاد دارم که با درج لیست گروه سپاه پاسداران در تمامی این لیست‌های کشورهای اروپایی، در عمل ما اتفاقا انسجام درون سازمانی سپاه رو بیشتر می‌کنیم و این از نظر دید اپوزیسیون به نظر من یک اشتباه. وقت خیلی کمی داریم. الان صحبت از افتتاح سفارت عربستان و سفارت ایران در ریاض هست. عربستان و بحرین سپاه رو جزو سازمان تروریستی اعلام کردن. فکر می‌کنید آینده سپاه در این رابطه ایران عربستان چگونه خواهد؟ آینده به نظر من هیچ دلی سپاه تعیین کننده سیاست آشتی بین عربستان و ایران و ایران و بحرین و اتفاقا سیاست این دو دولت برای تروریستی اعلام کردن این سپاه پاسداران، اونها رو بیشتر به اعتبار میکنه، چون که همین الان آشتی کردن و حتی همکاری امنیتی قرار با هم داشته باشن. یک نکته ای که وقتمون هم اندک است میخوام بپرسم، بحث فساد سپاه همیشه مطرح بوده، شما هم در موردش مطالب متعددی نوشتین که 80 تا اسکله غیر مجاز هست اینا. سپاه در قاچاق مواد مخدر، در قاچاق نفت چقدر تو تحقیقاتی که شما انجام دادین نقش؟ ببینید خیلی عجیبه، تنها چیزی که ایران در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ برای اون تحریم نشد، قاچاق مواد مخدر بود. پس این سوال برای من پیش میاد که آیا واقعا سپاه در قاچاق مواد مخدر دست داشته یا نداشته؟ و البته این رو هم ما بدونیم که در اون زمان ایالات متحده در افغانستان حضور نظامی داشت، اطلاعات دقیق داشتن. پس اگر که یه همچی چیزی وجود داشته، پس چطور که دولت آقای ترامپ که سر هر مسئله ایران رو تحریم میکرد، در مورد مسئله مواد مخدر هیچ تحریمی ایجاد نکرد؟ البته من خاطرم هستش اینجام، چون گفتید اگر اشتباه نکنم مارس 2012 خزانه داری آقای باغبانی رو آقای باغبانی یک مورد یک شخص بود که گفتن که ایشون عامل در واقع انتقال بله. یعنی سلاح میفرستادن به طالبان و از اون طرف مواد مخدر. فرمایش شما تحقیقا درسته، ولی فقط یک نفر. علی آلفانه، سپاسگزارم از حضورتون، خیلی محبت کردید.